یادت نره چی گفتم. کار مشکلی نیست، در واپس نباش. برو برو دیگه. من احتیاج دارم. حالا برو کارتو انجام بده، شب میام سراغ. گفتم من احتیاج دارم، چرا نمیخوای بفهم؟ من ناراحتم. بله خب، تو که میدونی هرچی از من بخوای من بهت میدم. از حق خودم من میگذرم، ولی یادت باشه که من همه جا مراقبتم. بهتره در اون خید بکشی، به نفته. دختر منم تو رو دوست دارم بیشتر از هر کسی که فکر کنی. دختر سر ساعت 5 منتظرته، اول پول ازش بگیر. یادت نره، بعدم برو سر کلاس، منم میام اونجا. چند وقت دیگه خوشحال نیستی؟ نه چیزی نیست، تو تریا میکم دلم درد گرفته بود. خیلی دوست دارم رویا. خب منم دوست دارم، به خدا اگه دروغ بگم. وقتی دست تو دستم میگیرم انگار خدا دنیا رو بهم میده. ما باید هر چه زودتر عروسی کنیم. من که از خدا میخوام بهمن. تو خودت خوب میدونی که من دلم میخواد همیشه پیش تو باشم. همه چی درست میشه. دلم میخواد برات یه دختر کاکل زری بیارم. مثل خودت چشم درشت و خوشگل. من عاشق چشمایی قشنگتم. اسم اونم میذاریم رویا. تو خیلی خوبی بهمن. همه چیزت خوب و نازنینی. حرف زدنیت، راه رفتنیت، چشما، دستا. خیلی خوب، خیلی خوب. قبول کردم. بیشتر از این ازم تعریف نکن. فردا میبینمت.
کجا؟ تو که گفتی امروز کاری نداری، منم به خاطر تو شرکت نرفتم. راستش بدم رفت بهت بگم باید برم کلاس. آه تو گفتی امشب کلاس نمی. آره ولی دوستم شب میاد اونجا سراغم. خب حالا تو شب خیلی وقت داری. نه دیگه باید برم کار دارم، دلم نمیخواد ازت جدا بشم ولی مجبورم. منم آخر وقت میام اونجا. نه نه دلم نمیخواد تو بیای اونجا. مگه چه اشکالی داره؟ آخه خجالت میکشم. اتوبوس داره میره، فردا میبینم. تو هم خداحافظ. گوش کن رویا، من شب میام اونجا. سلام. چرا سر ساعت نرفتی؟ حالا کجا بودیم؟ به من دروغ نگوی، حالا پیش کی بودیم؟ خیلی خواهد بریم. کجا؟ بیا بریم. ببخشید آقا. جونم کاری داشتی؟ میخواستم ازتون یه سوالی بکنم. سوال؟ بله. چه سوالی؟ مربوط به خانومیه، اینجا درس میخونه. کی؟ میدونین این موضوع برام خیلی مهمه، ازتون خواهش میکنم. آره آقا فردا بیا از مسئولینش بپرس. آقا من فردا نمیتونم، گرفتارم. یالا مثل این که حرف حساب سرت نمیشه آقا. گفتم فردا بیا از مسئولینش بپرس. آقا من به کمک شما احتیاج دارم. خیلی خب کیه؟ یه دختر اسمش رویاست. خب من حقیقتش اینه که میخوام باهاش ازدواج کنم. امان از دست شما جوونا، مگه خوشی آزارت میده؟ گفتی اسمش چی بود؟ رویا. همونی که موهای بلند و چشمای درشتی داره. بله بله خودش. میخوای باهاش عروسی کنی؟ آره میخوام. ولی چند دقیقه پیش اونو به یه جوانی دیدم، قد بلندی داشت. احمد؟ احمد؟ اون کیه؟ کجای کاری جوان؟ گوش کن، من نمیخوام خدای نکرده باعث بدبختی تو یا اون دختر بیچاره بشم، اما حقیقتش رو بخوای اون جوانی که تو دیدی آدم خوبی نیست. سیگار داری؟ نه نه متاسفانه من سیگاری نیستم. پا چی داری؟ خلاصه راحتت کنم، احمد رو از اینجا انداختن بیرون. برای چی؟ به خاطر که صفت کاریش. آخه خاک بر سر معتاده. شنفتم که با هروئین فروشان. بله بدبخت بیچاره باباش به خاطر حفظ آبروش چه کارایی که نکرد، کلی خرجش کرد، بیمارستان خوابوندش، بالاخره ترکش داد. بعدم اومدش اینجا با خواهش و تمنا دوباره اسمش نوشت. اما نه به این سادگی ها، خودم شاهد بودم چه موسموسی میکرد، چه پارتی مارتی هایی تراشی. تازه بعد از این کار رو ازش تعهد گرفتم. ولی میدونی پسره یه خر دو هفته نشد که باز شد. اون وقت انداختنش بیرون و گفتن برو لا دست اونا. سیگار داری؟ نه ولی اینا چه ربطی به رویا داره؟ آدم اینجا چیزایی میشنفی که تعجب شاخ در میاد. سیگارم که نداری. میدونی بدبختی منم اینه که گوشام تیزه. والا چی بگم، گناش با اونایی که میگن. شنفتم دختر بیچاره رم معتاد کرده. رویا رو؟ بله هروئینی سفت و سخت. من راستشو بهت گفتم، حالا دیگه خود دانی. اجازه هست؟ بفرمایید جناب رئیس. تمام میشه چک کردم درست بود. خیلی خوب، رئیس حسابداری اومده؟ ایشون هنوز تشریف نیاوردن، فکر میکنم یکی دو روز دیگه مرخصیشون تموم بشه. بسیار خوب، اینو بدید کارپردازی، بعدم بیاریدش اینجا. راستی ببینم خانم کار اون جوونک چطوره. بهمن؟ بله بله. آقا یک میلاد میفرمایید؟ بله دیگه. چه عرض کنم قربان شما که در انتخابتون اشتباه نمیکنید، ولی خب کار پرمسئولیتی رو بهشون محول کردید.
به خصوص که رئیس حسابداری مرخصی و چند روز تنهاش گذاشته. خب شاید این شغل براش میدونی باشه. فکر نمی کنین که این کار حس حسادت کارمندای دیگر رو تحریک کنه؟ خیلی رو بودن که دلشون میخواست جانشین رئیس صندوق بشن. اون جوون بالیاقتیه، شما چه حساسیتی نسبت به اون دارید؟ ببخشید قربان، ولی دیگران دلیل سسدی این شغل دوستی شما با پدر آقای میلاد میدونن. نه اصلا اون جوون لیاقت این کارو داره. برید خانم، برید پیکارتون. بفرمایید. الو، سلام، قربونه تو برم الهی. همینجا بسیار جهت شد بس بنزو بگم ممنون. سلام. دلم برات یه ذره شده بود. چیه، چرا اخموتی تو هم کردی؟ چرا اینقدر ساکتی؟ پرسیدم چی شده؟ تو که میدونی من چقدر دوست دارم. تو هم میدونی که من فقط تو این دنیا تو رو دارم. نه، مثل این که به غیر از من کسی دیگه هم تو زندگیت هست. تو راجب پدرم هم به من حسودی میکنی. تو میدونی من چی میگم، به من دروغ نگو. بهمن، به خدا دوست دارم. این چه حرفیه که تو میزنی؟ منم دوست دارم رویا، واسه همین هم هست که نمیدونم چجوری بهت بگم، ولی من همه چیزو میدونم. چی رو میدونی؟ اعتیاد تو، رابطه تو با اون پسرک. ساعت دفعه بهش گفتم داره این پسر رو خود بکشم، ولی مثل این که فایده ای نداره. رویا سر کن ببین چی میگم. دارم تو زندگی اشتباه زیاد میکنه. من حاضرم همه جور کمکت کنم، بهت قول میدم. من که نمیتونم تو رو از دست بدم. خدا، من با اون هیچ رابطه ای ندارم. فقط به خاطر احتیاجم باهاش حرف میزنم. ناراحت نباش، من قبول دارم، بهت قول میدم همه جور کمک کنم، اما شرطی که تو هم دیگه سراغم نری. من به کمک تو احتیاج دارم، بهم کمک کن، من نجات بده. نگاهشون کن چه عشق و حالی میکنن. حالا کاری میکنم دیگه، لیلی مجنونشون نشناسه. میگن دکتر خوبیه، میبرم ات پیشون. بهشون میگم خواهش میکنم خودت.
فهمم خانم. بله. مثل اینکه کار خیلی مشغولتون کرده. ای. میدونی دو روز پیش تو اتاق رئیس صحبت شما بود. از شما میپرسه. تو اونجایی که تونستم ازتون تعریف کردم. راجع به این دو روز غیبت تونم یه کاری کردم سر و صداشون در نیاد. شناختن آدم ها اونطور که همه فکر میکنن کار چندان مشکلی نیست. منظورتون رو درست نمیفهمم. شما تازگی خیلی گرفتین. اغلب تو فکرین. بارها شده که من چندین بار صداتون کردم ولی متوجه نشدین. اتفاق افتاد. نه خب خودتون که گفتین شاید دلیلش کار زیاده. ممکنه. سلام بهمن جون. سلام. داری کردی یا نه؟ نه به هر دری زدم نشد. یعنی چی؟ باور کن بهمن هر کجا که میدونستم رفتم. بر کس و ناکسی که فکر میکردم یه درصد امیدی هست رو انداختم ولی همشون وقتی فهمیدن مبلغی زیاده بهونه آوردن اونان بهونه‌ای که باور کن من از شنیدنش خجالت میکشم. آره میدونم وقتی خواهر آدم با اون همه ثروت و موقعیت موقعی گرفتاری وعده یه سر خرمن بده از دیگران چه توقعی میشه داشت؟ همه چی درست میشه فکرشو نکن. میدونم که تو اونو دوستش داری ولی اینم یادت باشه که تو مردی خیلی بیشتر از اینا باید تحمل داشته باشی. همه چی درست میشه. ایشالا تا همین که دو ماه بس و تحریسی رو را میدیزیم. من بکنم که تو احتیاج دارم. بهم کمک کن. بهت قول میدم بگه. بهت قول میدم. خب دیگه فکرشو نکن. احمد. هی با تو هم کجای کاری؟ من باید برم به کار آجی برسم. شب میبینم ایتو. اینقدرم بی خودی فکر نکن. نه شب نه. میدونی که دو روزه یه باشه دیجیم شدم. کارم همه مونده. باشه. برای من خونم. بیام زنگ بزن. امین؟ چه؟ من به این پول احتیاج دارم. میفهم. قربونه تو. گفتی چقدر میخوای؟ 30,000 تومان. 30,000 تومان؟ ببین بهمن جون تو برادرمی. من باید به تو کمک کنم. به تو کمک نکنم به کی کمک کنم؟ اما... اما چی؟ فعلا دستم خالیه. 30,000 تومانشو بهت میدم. باقیش هم 5-6 ماه دیگه یه فکری واسش میکنم. من الان به این پول احتیاج دارم. واسه همینم از تهران اومدم شیراز. نمیتونی باقیش از بابا بگیری؟ تو اونو نمیشناسی؟ چی بگم بهمن جون؟ منم ندارم. ببخشین برمان خان فکر که الان تشریف بردیم مزاحم که نشدن. نه دیگه داشتم میرفت. شما خیلی کار میکنید برای سلامتیتون خوب نیست. خب چاره چی؟ دنیا ارزش این همه زحمت رو نداره قربونت برم. همین چند روز پیش بود که برادرزادم توی تصادف مرد. جوون بود؟ اونم چه جوونی همه رو داغدار کرد. داغدار. خب کی میدونه که یه ساعت دیگه چی میشه. طفلک اینقدر زحمت کشید تا درسشو تموم کرد. اومد دختر منم شیر میخورد. ولی خب یه دفعه همه چی تموم شد. خدا بیامرزدش. به تسلیت میگه. دنیا به پیغمبر خدا وفا نکرد. به ما چه دیگه؟ راستی یه چای میخوریم براتون میارم. نه متشکرم. دیگه باید برم. از با اجازتون برم اتاقای دیگر رو تمیز کنم.
من کنم چه رحمان میده. بله هرونیه سفت و سفت. اگه بچه ما پسر شد اسمشو بیاد بذاریم بهمن. نه فقط اگه دختر شد اسمشو میذاریم بهمن. نه وجود تو به زندگی من معنی و مفهوم مواظب باش بهمن دردمون نکنی. داشتم نماز میخوندم شنیدم رفتی سر کار. بله خوبه. بابات چطوره؟ حتما تو مدت این 6 ماه که مادر مرحومت فوت کرده خیلی سختی کشیده. همچین خیلی هم نه داماد شده. بابا رو رو برم حمید. یکی نیست به این مرد مومن بگه آخه مرد مومن توی همچین سن و سالی به فکر آخرت باش، به فکر شب اول قبرت باش. از حمید خدایا ما رو از شر شیطون حرام. سلام جا. سلام کجا بودید؟ شرکت تالا. آره داشتم کار میکنم. خب چه خبره؟ یه خبر خوش برات دارم. یه بابایی رو بهش تلفن زدم قول داد تا یه ماه دیگه پولو برات فراهم کنه. دیگه احتیاجی نداره. پولی رو که میخواستم گیر آوردم. از کی گرفتی؟ از کسی نگرفتم. پس از کجا آوردی؟ نکنه تو گفتی تالا تو شرکت بودی؟ آره من چی کار میتونستم بکنم؟ به هر دری زدم، به قول خودت به 1000 کس و ناکس رو انداختم. دیگه چی کار میتونستم بکنم؟ من به این پول احتیاج داشتم. خب همه این حرفا قبول، ولی هیچ میدونی اگه شرکت موضوع رو بفهمه چه آبروریزی میشه؟ دیوونگی نکن، صبح بر بذار سر جاش. نمیتونم. چرت نگو، من هر طوری شده تا یه ماه دیگه این پولو برات فراهم میکنم. نه نه نمیتونم، اون از دستم میره، بهش قول دادم. آخه قربونت برم، گری که با دست با میشه چرا میخوای با دندون بازش کنی؟ ای بابا این موضوع اینقدر هم ساده نیست که تو فکر میکنی فردا آبرو حیثیتت میره گرفتار میشی. هر چی میخواد بشه بشه، تو چرا این حرفو میزنی؟ تو که وضع منو میدونی. آخه چجوری بهت بگم؟ به خدا اینا ارزش فداکاری ندارن. خلاص دیگه. میدونی دلم میسوزه تو بعد از اون همه زحمت و بیکاری تازه کار خوب گیر آوردی. چرا لغت به شانست میزنی؟ تمام زحمت هایی که کشیدی داره از بین میره. آخه به خاطر چی؟ به خاطر چی؟ به خاطر دختر هروینی؟ ارزششو داره، بیشتر از اینا ارزش داره. هر کی هست و هر چی هست من دوستش دارم، دوستش دارم و باید از این وضع نجاتش بدم. اون به کمک من احتیاج داره. اگه لازم باشه جونم هم براش میدم. نمیخوای بگی بالاخره پول از کجا آوردی؟ تو هم نمیخوای بگی تو این چند روزه که میری بیمارستان به پدرت چی میگی؟ فکر اونو نکن، اون چند روزه که رفتم شمال اتفاقی افتاد. بهم بگو پول از کی گرفتی ها؟ از خدا گرفت. شوخی نکن، جدی میگم. مهم اینه که ما خوشبخت. نمیخوای بگی؟ خیلی خوب بهت میگم. دوست دیدم.
تو دیوونه ای؟ دوست دارم. به خدا دوست دارم. منم دوست دارم. پس میریم بیمارستان، یادت نره. باشه. بفرمایید جناب رئیس، من با این دوتا چشای کور شدم دیدم. با حضرت عباس قسم اگه بخوام دروغ بگم، آخه بنده که نظری ندارم قربان، ایشون آخرین نفر بوده. بگید رئیس حسابداری بیاد اینجا، ضمناً ترتیبی هم بدید که پدر میلاد بیاد پیش من. بسیار خوب. اومدش. ببخشید که یه خود دیر کردم. برو ببینم. رویا میخواستی بدونی پول رو از کی گرفتم. این همون کسیه که پول رو بهم قرض. چخا نکن، چخا نکن. دروغ میگه خانم. چرا وایسادین؟ بریم. خب خانم، از اتاقتون که راضی هستی؟ آقای دکتر؟ بله جناب. ببخشید، مالجه رو از کی شروع میکنی؟ از چند دقیقه دیگه. یعنی حالا ما باید بریم؟ بله، مریض باید تنها باشه. حمید خان، من و شما چند دقیقه اینا رو تنها میذاریم. بله. من بیرون وایسادم. باشه. تا چند لحظه دیگه برمیگردم. بگیر وسایل لازم رو براشون فراهم کنم. آقای دکتر طیبی رو بخش جراحی. ناراحت نباش. حالت خوب میشه. محمد، من تنها نزد دلم میخواد همیشه تو پیشم باشی. خیلی خوب، من هر روز میام پیشت، هر روز، هر روز بهت قول میدم. وقتی هم که خوب شدی از اینجا یه راست میبرمت محضر باشه. باشه. آقای احمد احمدپور به حسابداری لطفا. ببینی؟ داره بیرونم میکنه. بریم دیگه، بیشتر از این نباید اینجا باشیم. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. بهمن! زود بیاری سر بزنیم. یادت نریم. من اینجا تنها نزدیم. چایی برای تو بردم. متشکرم. خیلی دوستش داری؟ آره. خوش به حالش. بهمن، من و پدر 48 روزه که ازدواج کردیم، اما اون خوابه، همیشه خوابه، توجهی به من نداره. یعنی چجوری بگم، خجالت میکشم، یعنی نمیتونه، نمیخواد بفهمه که من جوونم و باید جوونی کنم. خب اینم شانس من بود که پدر و مادرم از رو بیچارگی منو به پدرتون شوهر دادن. ولی من آدمی مثل تو رو میخوام. برو از اینجا. ببین من کسافت برو بیرون پاکی رو برو پاکشو. لا الا لا، من که باورم نمیشه. پسر اینا چی میگن؟ صحت داره؟ جواب بده، بگو که دروغه، بگو که آبروی پدر پیرتو نمیبری، بگو که چند سال زحمت من بی نتیجه نبوده، به اینا بگو که تو دوست نیستی، بگو که پسر من نمیتونه دوست باشه، ده حرف بزن، بی همه چیز، حرف بزن، بگو که دروغه. پنجاه سال با آبرو زندگی کرد، 50 سال تو این شهر سرم و بالا نگه داشتم. ببین چجوری حیثیتم به باد رفت، چجوری با خاک سیاه یکسونم کرد. برو که امیدوارم به حق قسمت زهرا روز خوش نبینی. برو بهمن، برو که الهی لا لا.
قبول هستند. شما نمیدونین که من چقدر واسه این زحمت کشیدم. بابا چیز مهمی نیست آج آقا. میشه یه جوری درستش کرد. نه نه. من این ناچنس طول سگو بهت معرفی کردم. لا اله الا الله. لا اله الا الله. میخواستم که این آدم بشه. خواستم واسه خودش کسی بشه. خواستم دیگه دستش جلوی من دراز نکنه. اما نمیدونستم که دستش به بال مردم دراز میشه. ابوالحسن خان ازت خواهش میکنم، ازت تمنا دارم اینو تحویل زندون بده. این پسر باید آدم بشه. بسیار خوب، اخراجه. نه آقا، نه ابوالحسن خان، این چه فرمایشه میفرمایی؟ دزد دزده، حتی اگه پسر من باشه. این بیقابلیت باید پاشو بخوره، باید تنبیه بشه، تحویلش بدید. اون دیگه بچه من نیست. ببین ببین آخر عمری چه به روزم آوردی. توف با اون رود بیا. خیلی خب، دیگه بهتر وقت طرف نکنیم. شما چه شکایت خودتونو کردین؟ اینشون از نظر پلیس یه دزده، ببرینش. یه آدرسی، یه نامی، یه خبری باید ازش باشه. حتما یه کار غیر منتظری براش پیش اومده. برای همینم ازش خبر ندارم. برای همین امروز فرداست که پیداش بشه. من نمیتونم قبول کنم. حتما منو به کلی فراموش کرد. این چه حرفیه میزنی؟ این کارو بکن. هر طور شده. بهمن جان، من این چشمم بازی کردم. بهش بگو برای یه موضوع خیلی فوری رفته شیراز برای خواهرش. اصلا نمیخوام بفهمی که من اینجا. اتفاقا من فکر میکنم با جریانو بفهمم. اینطوری خیلی بهتره. آخه امروزی که شیراز رفتن و برداشتن کاری نداره. وقتی بون بگو تو الان کجایی میفهمی که واسش فدا کاری کردی. میخوای یه سر خودت وا کنی؟ ای بابا عجب چرچخیار شدی. بعضی پرواز اشتباه میکنی. اون فقط میخواد تو رو ببینه. من هیچ کیم دویا دروغ بود تعبیر شدم. دیگه باور نمیکنم. فقط میخواد تو رو ببینه. خب منم میخوام ببینمش، ولی دلم نمیخواد اون من اینجا ببینه. اون مسلما ناراحت میشه که من زنده رفتم. شاید این براش ناراحتی روحی بیاره. من نمیخوام اون ناراحت بشه. با که باز تو فکر رویایی دربندش نباش. خوش باز جوون رفت آنکه رفت. آمد آنکه آمد. حرفش نکن خیره به جهان گرفتن کام بگی. به عشق داری فکر میکنی؟ اون دیگه رفته. شنیدم خیلی دوستش داشتیم. توبه کرده. توبه گرگ مرگه. میبینی؟ میدونم کجاست. برمیگرده پیش خودم. حالا میبینی؟ ولش کن بابا بیچاره رو. دیگه بذار بره. بذار بره تفلان از اون کنم. فکر نکن دنیا ارزشی نداره. ما مثل تو گرفتاریم.
گرفتاری تو هم مثل من مربوط به زنه، ایشالا درست میشه، اما هیچ وقت به زن جماعت اطمینان نکنه. آره راست میگی، چه میشه کرد، دنیاست دیگه. اما مال من فرق میکنه، من با اون زن اطمینان دارم. خب درسته، حق با شماست، همه که یکی نمیشه. ایشالا به پای هم پیش. اون از جون دل منو دوست داره. منم دوستت دارم. تو چی خواستی که من بهت ندادم؟ چی کار خواستی که واسط نکردم؟ از من چه بدی دیدی؟ مگه من با اون چه فرقی دارم؟ واسه چی خودت رو زندونی کردی؟ بیا بریم پیش خودم زندگی کن. ولم کن. تو داری خودتو گول میزنی دختر. اون دیگه مهار پیش تو برگرده. رفت که رفت. فکر نکن با این دروغات میتونی اونو از چشم من بندازی. من هیچ وقت دروغ نمیگم. این حقیقتیه که خودت هم میدونی. بگیر. بگیر. نمیخوام. بگیر دیگه. نه. واسه اعصابت خوبه. بگیر. دو سه روز دیگه مرخص میشه. خودم میام میبرم. چی بگم؟ من نمیدونم چی کار چرا نذاشتی از روز اول همه چیزو بهش بگم؟ ولی اون باور نمیکنه. واسه اعصابت خوبه. بگیر. دو سه روز دیگه مرخص میشه. خودم میام میبرم. چی بگم؟ من نمیدونم چی کار چرا نذاشتی از روز اول همه چیزو بهش بگم؟ والا اون باور نمیکنه. من هر چی میگم میگه دروغ میگه. خب حقم داره. یه جوری رازیش کن. یه چیزی بهش بگو. چی دیگه بهش بگم؟ چقدر دروغ؟ گفتم از طرف شرکت رفته آبادان. میگه کجا کار میکنه؟ آدرسش کجاست؟ حقیقتش اون فکر میکنه تو ولش کردی. برای همینم خیلی ناراحتی. این حرفا چیه؟ تو که میدونی اون مثلا همه چیزه. اینجا همه یه فکر و ذکرم اونه. حالا میگی چیکار کنم؟ اون حالش دیگه خوب شده. همین روز از بیمارستان مرخص میشه میره. کجا؟ میگفت میره مشهد پیش عموش. هر طوری شده نظر بره. آخه چطوری؟ به خدا دیگه کاری از دست من ساخته نیست. اصلا حرفای منو قبول نداره. بذار برم حقیقتو بهش بگم. خب چه اشکالی داره؟ از روز اولم اشتباه کردیم که بهش نگفتی. باش. حالا که کار به اینجا کشیده بهش بگم. ولی یه طوری بگو که ناراحت نشه. خیلی خوب. از اون جهت خیالت راحت میشه. آخه چرا وسوسه میکنی؟ من دیگه دلم نمیخواد برگردم به اون راه. هر چی بخوای بهت میدم. بیا. من رفتم. میخواستم همه چیزو بهش بگم ولی... ولی چی؟ راستش موفق نشدم. دیگه تو نمیفهمم. اون رفته. کجا رفته؟ دیدی که نرفتی؟ گوش کن. من به کی قسم بخورم که تو باور کنی؟ به اربای خاک مادره. به حضرت عباس رفتم بیمارستان. بعدم رفتم خونه شون. اما دیر شده بود. برای کجا رفتی؟ رفتم مشهد پیش عموش. ناراحت نباش. تو هم که به همین زودی از زندون مرخص میشی. اون وقت میری سراغش. یه نامه هم وسط گذاشته بود. همسایه‌شون بهم داد. میدمش به مسئول زندون برو ازش بگیر. خودت میدونی که الان اجازه ندارم بهت بدم. خدا حافظ. خدا حافظ. بخمن عزیزم. امروز در تیره ترین روز زندگی هم طعم شکست در یک عشق باشکوه رو چشید. وای برم. وای بر این دل که در این زمان پرفساد در استانه نوری از امید به خاطر یک عشق پاک سوخت و خاکستر شد. و تو چه آسان کوله بار سنگین جدایی را بر دوش خسته ام نهادی و دیدگان منتظر رو به در دوخته ام را از عشق غم پر کردی. اگر صدای دلنشین تو مانند بوی گلی که در گلدانی مدتی بماند در ذهنم تنی نداشت، باور میکردم که تمامی گذشته من تو خوابی بیش نبودم و به راستی که مانند خوابی زود گذر و ناپایدار بود. من وجودم رو در وجودت باز یافت. عشقت گرمای تمام و محبتت آینه زندگی دوباره من بود. تو در راه عشق من رنجهای بسیار
و سختی های فراوان بده. ولی افسوس که در آمدن آخر به این عشق پشت پا زده. امروز قبول میکنم که روزگار سرمستی من و تو سراب نیشا بوده. من چه باید بکنم؟ آیا خود را به دست سرنوش بسپارم و دنیا را از ننگ و رسوایی پر کنم؟ روزی به آشیونش برمیگرده. رویا برگشت. دم همگی گرم که برگشت. هم نفس هم دود برگشت. جمعمون جمع. دودمون برقرار. یه سیگاره دیگه بار بذار که کفتر فراری به لونه برگشت.
نیست بیشه من پیده میشه. بچکرم. چقدر شد بابا؟ ببخشی. برده خواهد. بفهمیم. سلام حمید جون. سلام احمد جون. قربونت برم. خیلی خوشحالم که دیدی پسر. کی مرخص شدی؟ همین چند ساعت پیش. تو خوبی؟ قربونت. آجی چطوره مادرت؟ خوبه. یه بیستوزی که رفتن شما. آه خوش به حالش. خب میبینی که هیچی تغییر نکرده. بیجون. این ما این که تغییر میکنیم پسر. خوشحالم که میگی. شاید باور نکنی ولی خدا میدونه که چقدر خوشحال شدم. به خصوص که مدتی بود ندیده بودمت. خیلی عذر میخوام که نتونستم بیام سراغت. آخه حاجی کارش سپرده به من. خب تو که میدونی این بابای ما چه جور آدمیه. بگی بشی. ها بیا بزن. بیا. من که مشروب خور نیستم پسر. بگی بخور. آخه امشب فرق میکنه. تو آزاد شدی. منم آزادی تو جشن میگیرم. سلامتی تو و استقامت تو. نمیشه جونت. نمیدونی چقدر خوشحالم که تو رو با این روحیه میبینم. آره چرا که نه؟ من ماها، هفته‌ها، روزها، ساعت‌ها انتظار این لحظه رو می‌کشیدم که از پشت اون دیوار بیام بیرون و برم پیش اون. می‌دونی؟ فکر نمی‌کنم هیچ کس به اندازه من ارزش این لحظه‌ها رو حس کرده باشه. یعنی می‌خوای بگی که؟ می‌خوام بگم تا چند روز دیگه باش ازدواج می‌کنم. تا آزاد شدم یه راست اومدم پیش تو چون می‌دونستم به وسیله تو می‌تونم پیداش کنم. درسته ولی ببینم تو اونجا هیچ روزنامه میخوندی؟ تو زندون؟ نه بابا به خصوص این اواخر که تمام فکر و ذکرم رویا بود و رویا ممکنه به هم بخندی. من حتی اسم اولین بچه من انتخاب کردم. چی؟ چی شده؟ هیچی میخورم به سلامتی تو. نه من تو رو خوب میشناسم همین بی خودی اخمات تو هم نمیره حتما یه چیزی شده. نه چیزی نیست. میگم اگه دلت بخواد میتونم برات یه کاری پیدا کنم. نه فعلا مهمتر از کار اونه. باید برم محشد. تو آدرس عموشی که داری؟ من فکر میکردم محیط زندون تو رو به اندازه کافی عوضت کرده. یعنی چی؟ اون دختره به دردتو نمیخوره. نه حالا نه هیچ وقت دیگه. واسه چی؟ فراموشش کن. تو به اندازه کافی رنج داری. چند مام گوشه اون هلوفتونی زجر کشیدی. به قول خودت تا ساعتش هم حساب کردی. ولی به خاطر کی؟ به خاطر موجود بی ارزشی که حتی لیاقتی یه لحظه شما داشت. شما چرت میگی؟ نه چرت نمیگم. چیزی رو که میگم تو باید بدونی. اون تو رو بازی چه خودش قرار دادی. مثل عروسک های خیمه شب بازی. تو همون قد خوش باور بودی که هیچی رو نفهمیدی. ولی حالا دیگه همه چی تمام شده. تو آزادی. چرا دریوری میگی؟ درسته که تو رفیق چند ساله ای من هستی ولی این دلیل نمیشه که در مورد اون اینجوری قضاوت کنی. من هرچی میگم درست میگم. درست میگم مجنون. این تویی که نمیخوای واقعیت رو بفهمی. آخه مرد حسابی تو آبرو و حیثیت و جوانیتو گذاشتی برای نجات دختری بی ارزشی که کوچکترین ارزشی برای این کارت قائل نبود. بس دیگه تو فکر میکنی کی هستی؟ مسیح؟ دست وردار پسر. من به خاطر تو صد دفعه ازش خواهش کردم تمنا کردم که بمونه ولی اون رفت. اما نه به مجد رفت سراغ اون بی پدر هروئین. وقت تو باور نمی کنم. کجا میری؟ مگه نگفتی آزادم؟ میرم پیداش میکنم. اون به من احتیاج داره. دیوونه ای؟ آره دیوونه ام. به همین خاطرم برام مهم نیست که تو چی میگی و چی فکر میکنی. من میرم دنبالش. چشم به من ببین چی میگم. تو نمیتونی اونو پیداش کنی هیچ وقت. اتفاقی براش افتاده؟ فراموشش کن. برای همیشه. همینطور که اون تو رو فراموش کرد. چطور همچین چیزی ممکنه؟ چجوری بهت بگم؟ اصلا فکر کن اون مرده. تو میخوای چیکار کنی؟ چرا با من درست حرف نمیزنی؟ چیزی شده یا مسبازی در آوردی؟ جواب بده! برش کن. بذار کنار این سگ بسته به هم بگو چی شده؟ بهت میگم
من فقط میخواستم که تو راحت بشی. حالا که نمیخوای از ارزش هم داشته باش که با واقعیت روبرو بشی. بیا این آخری نامشه بخون، همین چی روشن میشه. من میخواستم اونو از چشم تو بندازم، میخواستم دور از حقیقت خوشبخت بشی، ولی تو همه چی رو خراب کردی. بازم میخوای بدونی؟ بگیر اینم بخون. این چشه؟ بلش کن، ماشین پایی اینجاست، آدم بدبخت. اشتباه میکنی، به خدا اینا از من و تو که کارمندیم بیشتر دارم. ممکنه، ولی هرچی در میاره میده باره. بیشتر شبا سیامست و پاتیل از تو جون داشت. میگن سفت و سر خاطر خواه بوده، گویا چند ماه پیش طرفش توی تصادف. خدا بیام مجادش، به هر حال آدم بدبخت. این حرفا چیه ممرا؟ شما اینا رو خوب نمیشناسید، لیاقت بیشتر از این تو خودمون ماشین. سلام که زانوی غم بغل گرفتیم. شیش ماه دارم بهت میخونم نیست. شنفتن دیشب خیلی خوردی. بیمارزمیم یه پنسیه دیگه بافشه زیاد خورده. میخرابونه میگونم هر بابا باشم یه دقیقه دیگه تو باقش نمو باشتیم. مرقه بفروش آقا با پدر عشق بسوزه که همه گرفتارشم. سلامتی مشتی بازم که داری فکر میکنی. راستی یه چیزی میخوام بهت بگم. اون جوونه که خاطر خواه بود پری شب باید عرق میخورد یادته؟ این یه با عرق خورد همونی که اینجا نشسته بود، همونی که برات گریه میکرد. این یه برای من گریه کردن مشتی. این یه اسمش چیز بود؟ ها کوروش. کوروش همونی که آخر شب بود استفراغ کرد. واجبی خورده مرده. رفیق یه مرد هیچ وقت نباید گریه کنه، اونم به خاطر یه زن. این سوالی که همینه میگی. اگه من نباشم چی کار میکنی؟ اگه تو نباشی بهمن نیست. ولی من همیشه با تو، من همیشه وجودم با تو. سلام جان. سلام. سلام.
چی شده آقای دکتر؟ موضوع چیه؟ راحت شد پدر جون. خدا بیا راحت شد. یعنی تموم شد؟ بله پدر. اجازه بدین از لای در یه نگاهی
نباشین، حالتون خوبه، سلامتون رو باز کردم، ولی نباید برنشین. شما دیگه داره کم کم حالتون خوب میشه. آخه شما برای چی انقدر مشروب خورده بودین؟ روی آمد خطر به کلی ازتون رفع شده. خوشبختانه احتیاج داشتین زنگ بزنید. خانم. بله. فکر میکنین کی مرخصم کنم؟ تا چند روز دیگه. شهلا بیا. بیا کارت داره همونه. سلام. باز که اومدی اینجا؟ نباید میامدم. دیگه چی ازم میخوای؟ ولم کن. این حرفا چیه میزنی؟ تو چرا عوض شدی؟ برو از اینجا. دیگه بیشتر از این باعث آبرو ریزی من نشو. خانواده و فامیلمون کافی نیستن؟ اون همه عشق و علاقه یه مرتبه از میره رفت؟ همه چی رو فراموش کن. بذار برای توضیح بدم. خواهش میکنم، خواهش میکنم. هیچ احتیاجی به توضیح نیست. تو الان 4 ساله که داری توضیح میدی. من چی کار میتونم بکنم؟ اگه پدر مادرمون با هم اختلاف دارن، من که تقصیری ندارم. اینا همش بهانه است. پدر مادر و خانواده هیچ ربطی به زندگی ماها ندارن. تو فقط 2 سال دیگه صبر کن، من برم و برگردم، تحصیلاتم تموم بشه، بعد همه چی درست بشه. ببین منوچهر، اگه واقعا تو نظرت چیه، من حاضرم تو منو عقد کنی. 2 سال که چیزی نیست، 5 سالم به خاطرت منتظر میمونم. ولی با این وضع دیگه نمیتونم. منم یه دخترم، آرزو دارم. دلم میخواد صاحب شوهر، بچه، خونه باشم. یه زندگی خوب و سالم داشته باشم. ولی تو هیچ وقت تو فکر این حرفا نبودی یا نیستی. همش دروغ میگی. هیچ وقت وقت نمیذارم. چه کاری بهت بگم؟ من خارج تحصیل دارم میده. اون دلش نمیخواد من با تو ازدواج کنم. اگه بفهمه دیگه کمکم نمیکنه، تمام زحماتم از بین میره. ببخشید من چی میخوایی؟ معذرت میخوام، بگین یه پارچه آب خوردن برام بیارم. مگه نگفتم اگه کاری داشتین زنگ بزنید؟ شما نباید از جاتون بلند بشین. بریم، من خودم براتون میارم. حالا فهمیدم که تو چته، سرت اینجا گرمه. اون فقط یه مریضه. نکنه فکر میکنی من آدم احمقیم؟ من همه چیز از نگاهتون فهمیدم. اولا که تو داری اشتباه میکنی، دوما چیزی بین من و اون نیست، سوما اگرم باشه تو چه انتظاری از من داری؟ منم یه دخترم، منم آرزو دارم. از درست فکر کردم. باشه من میرم، ولی اینو فراموش نکن، این تو بودی که پشت پا به همه چیز زدی. ولی من همیشه دوست دارم، اینو بهت قول میدم. اینم کچاپ، دیگه چی میخواین؟ خانم. بله. اون
اون آقا چی بود؟ فکر نمی کنم به شما مربوط باشه. برو بیرون، برو از اتاق من بیرون. خب بعدش مثل دیوونه ها لیوانو پرت کردم طرفش. آخه چرا؟ نمیدونم، شاید به خاطر این بود که نمیخواستم حتی دختری که شبیه رویاس به طرف مرد دیگه ای بره. یعنی اینقدر شبیهه که تو او رو با... خیلی مشتی، خیلی فکر میکردم دارم خواب میبینم، باورم نمیشد. یعنی ممکنه اینقدر کسی شبیه باشه؟ طوریش هم شد. چی؟ دختره همون که لیوانو پرت کرد. نه بهش نخواه. خب خب الحمدلله الحمدلله. راستی لباسهای نوت آوردم گذاشتم پیش اون خانومه. وقتی این شاد و مرخص شدی دیگه اونا رو تنت کن. به خدا باور کن پول نداشتم و الا دست خالی پیش تو نمی اومدم. اختیار داری مشتی، همین که کار و زندگی تو ول میکنی و این همه راهو به خاطر من تا اینجا میای کلی ارزش داره. آدم ها رو تو گرفتاری ها اینجور وقتا میشه شناخت. ای بابا این حرف، تو مثل پسر من هستی، تنها یار زندگی من هستی. راستی کی مرخصت میکنم؟ حقیقت شو بخواهی دلم نمیخواد مرخص شد. چرا؟ نمیدونم مشتی، شاید به خاطر این که آدم بدبختی. خدا نکنه دشمنت بدبختی. چند بار خواستم ازش معذرت بخوام، یا نمی اومد یا من دیر میرسیدم. خب بعضی وقتا آدم دیر میرسه ولی بالاخره میرسه. من باید برسم مشتی، باید برسم. راستی یادم نبود احمد آقا رو که میشناسی. تو آردواز؟ آره، همون که بعضی وقتا میومد میز ما رو حساب میکرد. آره. میدونی که تاکسی داره، گاراژ داره، مرد خوبیه. جریان تو رو بهش گفتم، گفت اگه قول بدی لب به مشروب نزنی یه تاکسی واسه جور میکنه که روش کار کنی. خیلی ممنونم مشتی، سلام منو بهش برسون. بگو اگه خدا بخواد از بیمارستان که مرخص شدم یه راست میرم سراغش. ببخشید شهر خانم، من مرخص شدم. خیلی وقت اینجا منتظر شما. من به همه چی فکر کرده بودم جز این لحظه. اگه اون همکارتون جریان زندگی منو براتون گفته باشه راحت‌تر از اینجا میرم بیرون. چجوری بگم؟ میدونین بعضیا با عقلشون زندگی میکنن، بعضیا با احساسشون. بدبختی منم اینه که همیشه با احساسم زندگی کردم. من راجع به اون روز ازتون معذرت میخوام. فکر میکنم اونقدر گذشت داشته باشین که منو ببخشید. من دلم نمیخواد شما از من دلگیر باشید. فکرشم نکنی. نه میدونم با اون رفتارم ناراحتتون کردم، اما باور کنید دست خودم نبود. حالا اگه یک بار، فقط یک بار دیگه به هم محبت کنین و روتون رو مثل زندگی از من بر نگردونین ازتون ممنون میشه. خیلی خوب، اگه اونقدر ناراحتتون کردم که حاضر نیستین حتی به هم نگاه کنین ایبی نداره، اما خواهش میکنم اجازه بدین از این به بعد گاهی بیام اینجا و شما رو ببینم. اگه به هم اجازه بدین شاید بتونم منم مثل همه ی آدم ها زندگی رو دوباره شروع کنم. در مورد چی؟
ازدواج ما میتونیم زندگی خوبی رو داشته باشیم. ولی تو مطمئنی که من میتونم خوشبختت کنم؟ آره تو خیلی خوبی، تو برای من همه چیز هستی. تو به گذشته من کاری نداری؟ تو به خاطر خودم میخوای با من ازدواج کنی؟ من به گذشته تو کاری ندارم، باید در مورد آیندهمون حرف بزنی. با من ازدواج میکنی؟ تو منو به خاطر خودم دوست داشته باش، با هم ازدواج میکنی. به چی داری فکر میکنی؟ با تو هم گفتم به چی داری فکر میکنی؟ فکر میکردم. داره لگت میزنه. چی؟ بچه مون. ای شیطون، راست میگی؟ آره به خدا. خوشحالی؟ آره خیلی. منم خوشحالم، دلم میخواد برات زن خوبی باشم. تو بهترین مادر دنیایی. تو چند ماه دیگه لگت زدنشو حس میکنی؟ به خوشبختی ما که لگت نمیزنه، میزنه؟ چرا در مورد زندگیمون همیشه اینطوری فکر میکنی؟ دلت بخواد پسر باشی یا دختر؟ مگه فرقی میکنه؟ آره. چی؟ تو رخت خوابم به فکر اونی؟ اسمشو چی میذاری؟ اگه پسر بود؟ اگه پسر بود تو بگو. اگه دختر بود چی؟ اگه دختر بود اسمشو میذاریم رویا. ها؟ رویا؟ بازم اسم اون؟ من که خسته شدم از بس اسم اونو شنیدم. من منظوری نداشتم شهر جون. بلم کن بهمن، بلم کن. پس قضیه اینطوریه. آره نباران نمی کردی، حالا هم دیگر نمی دید. به جونت خودت خیلی در بداری و بدبختی کشیدی. گفتم که فقط مشتی بود که شما می دیدمش. راستش دلم نمی خواست هیچکی حتی تو منو به اون وضع می دیدی. خیلی وضعم خراب بود. خلاصش همی جون سر تو درد نگیرم چند وقت هم هست مشتیرم نیده. خب حالا که میشه رو برایی. نه اون کارت هم همی جون. خدا رو شوی بد نیستم. فعلا که مشغولی. خب الحمدلله. خوشحال شدم. ایشالا که همیشه خوشبخت باشی. جای کرتا. خوشبختی ما تا چند روز دیگه تکمیل میشه. تو عمو میشی. اصلا باور نمی کنم. جون تو. بچه‌مون همین روزا متولد میشه. قدمش مبارک. قربونت. خب اسمش چی میخوای بذاری؟ پسر یا دختر؟ اگه پسر باشه میدونم که حمیده. اگه دخترم باشه اسمش رویاست. آقای دکتر مقامی. آقای دکتر مقامی به بخش زایمان لطفا. چی شد خانم؟ مبارک آقا، دختره. مطمئنی که دختره؟ بله خودم دیدم، دختره. قربون شما. خدایا شکر. قربون چشمه کوچیک میتونه بره. چشته ها؟ آن میخوایی بخوابی؟ اون خوشکل من روی های من دختل من خوشکل من نازی نازی بابا خدایی که بابا تفداد بشه بخواب تو میخوایی بخوابی بخواب خو بابا گوش نداره بخواب بچه بخواب بخواب برگونت برو بخواب زودتا گانده بشه بابا بخواب بچه بخواب بشه برو Mm-hmm.
کجاست؟ مامانم اومد. بگه چی؟ مامان سلام کنم. چی مامان؟ چی مامان؟ چی مامان؟ مامان نمیگم. این های سیستی بود. بگیری چی اینجا؟ حاجی جون قربونت برم، چاکرتم. ما گفتیم از دست این رابندون و ترافیک و شلوغی ترون خسته شدیم، یه ماشین بده که بریم قومی، قزوینی، راه نزدیک شب برگردیم پیش بچه‌مون. تو یهو داری ما رو میفرستی آبادان؟ ایدی نداره، فقط همین یه راست. ایشالله برگشتی هر کاری بخوای وسط میکنم. برو به امید خدا، دست حق به همراه. قربونت حاجی جون، یا علی قولم بشون بریم. بنا خواه جانم، مواظب باش یه وقت شب خوابت نبره ها، هر جا خوابت گیره نه خیال تخت تخت باشه هاشی جون، دیگه سفارش نمی کنم ها، بچه های ما یادش نمی کنم. افر خدا تو برو علی به یا علی به از اروپا اومدی چند دفعه بهم تلفن کردی، منم خیلی فکر کردم ولی نمیدونم چه کار کنم. اصلا خودتو ناراحت نکن، با من باشی بهتره، تو دختر خاله منی، به من بیشتر میرسی. حالا چرا نمیایی بریم تو؟ باید برم، امروز کار دارم، فردا میام با هم بریم خونه ما، باشه؟ دستن الان درد نکنه، شب بهت تلفن میدم، فردا میام پیشت. نگاه کن خدا مرگم بده. خب دیگه فعلا خدافظ. خدافظ. کجا؟ اون طرف دیگه هست بوله. آه قربونت پیداش میکنیم بلک، زیاد دیر نیم. من هنوزم دوست دارم، تو خودت هم میدونی.
عروسه کرم بگیم ما رفتی. سلام، خسته نباشی. سلام علیکم آقا جان، قربونت برم، سلامت باشی. چه خبر؟ بدک نیست. چیه آجی پکری؟ چیزی نیست، دو سه روزه اصلا پاک حالم. آها، از برابچه ما چه خبر؟ بی خبر نیستم، بد نیستم. برم جان، بیا چند دقیقه رو دفتر، برم جان یه موضوع نیست. بریم، بریم. بازه باشی شکرتری هم. بفرما جون، بفرما. سلام علیکم، چکرم. حاجی جون، میگم اگه اجازه بدی من الان برم عصر بیام پیشت، به جون خودت دلم یه ریزه شده بس بچه. میدونم ما همه بچه ها اونو دوست داریم، اما خب آدم باز به خودت واقع بین باشه. کیه؟ والا یه خانومیه، این چند روزه صد دفعه تلفن محل اسم زنم دیگه جونم. من تو حالا ندیده بودمش، این چند روزه آقا صد دفعه اومد رفت، اومد رفت. All right.
آخه واسه چی؟ جانماری واسه چی؟ کارش داشته سر جانماری واسه چی؟ برخون کجا؟ برخون وایسه پانه کنم نمی کنه خانم، به هر حال از خونه برین بیرون، می ترسم یه کاری دستتون بده. باشه چشم. تمام اهل محلم فهمیدن. چون میدونه که یه ساعت دیگه چی میشه؟ تو میدونی تو؟ چرا من؟ برای اینکه تو عرضه یک کسی بلتن همه چی رو زیر پا گذاشتی. من بهش گفتم که از اتاق بیرون نری. من بهش گفتی که تو شوهر داری؟ تو بچه داری؟ تو زندگی داری؟ تو از چی حرف میزنی؟ از چی حرف میزنم؟ از بیغیرتی خودم، از کفیوزی خودم، از کسافتکاری تو. از کسافتکاری تو، از دیوسی اون بیشرف. از چی حرف میزنم؟ تو چی گفتی که من نکردم؟ تو چی خواستی که من نگرفتم؟ آخه چرا؟ چرا؟ که حرف بزن یه مستانه بیا باشی؟ حرف بزن! حقیقت داره، ها؟ چه صحبت؟ تو فکر کردی کی هستی؟ من کیم؟ من تو این جهنمی که تو اسمشو گذاشتی زندگی کی هستم؟ یه عروسک که با شوخ دهاتو خالی کنی؟ دیگه خسته شدم جلو دست از سرم بر نمیدونی برم کن از بد اسم اون گور به گوشه دارو برده دیگه حالم داره به هم میخوره اسم اون رو بچه هم میذاری تو خواب و میداری به فکر اونی و فقط اون برات مهمه حتی به من که زنیتم تو رخت خوابم میگی رویا حالا چه انتظاری داری دیگه نمیدونم من اشتباه کردم نباید سر تو میشدم حالا میخوام رایده برم که باید روز اول میرفتم میرم جایی که برای خودم جا داشته باشم من به خاطر خودم همینی که هستم میخوام چرا شرف منو لکه دار کردی؟ چرا ما این کارت آبرو و حیثیت منو بردی؟ وقتی تو زندگی منو سوزوندی از بین بردی کار درست کردی فقط کار تو درست تو باید بیشتر از هر چیز و هر کس به فکر آینده بچه باشی بچه؟ آره اون به وجود تو احتیاج داره اما اون آخه ولی اون آخه اون زنده نیست اون مرده زنده آخه زنده آخه رایا رایا چی داری میگی کسافت راستشو بگو چی شده من از تحصیلی نداشتم کسافت هر اون زاده این همه چیز میکشمت میکشمت چون ملاقات زنده بودن نداری نبستی منو کشتی شرفی من از دست دستی چه شد؟ 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 چه شد؟
میکشمش. من بیترستیم دادم کمر تو بزنیم این همه چیست؟ من ترستیری ندارم همه آتشه رو تو روشن کردیم چه بخواه؟